تو را خواندم اکنون که باز آمدی، کجا دست خونی رها می کنم. الهی الهی خدا آمدم، الهی الهی خدا آمدم. ای رحیم دردمندم، و چه طبیبی بهتر از تو؟ ای کریم محتاجم، و چه ملجعی بهتر از تو؟ نیک می دانم که این جذبه از طرف توست، تویی که مرا خوانده ای، و حتماً خواهی مرا به مقصود رسانی که خوانده ای. غیر از رأفت تو چه چیز مرا باز به سمت تو کشیده است؟ غیر از ستاریت تو چه چیز توان برگشتن به من داده است؟ میدانم که همه تو که مرا باز رها نکردی. تو با من کنی قهر و من آشتی، تو کردی خطا من عطا می کنم، تو از من جدا گشتی ورنه من کجا از تو خود را جدا می کنم. الهی الهی خدا آمدم، الهی الهی خدا آمدم، الهی الهی خدا آمدم. سلام سلام سلام، کرم را در حق من تمام کن و مرا از منظر و ملجأ و مخزن رحمتت بنگر. سلام سلام از کربلا، از کربلا در کربلا. السلام علی الحسین، وعلی علی ابن الحسین، وعلی اولاد الحسین، وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. باز مثل همیشه آغوشت را بر این طبل گریز پای گشوده ای. آمدم که آمده باشم. ای خطا پوش و ای مهربان ترین مهربانان، سلام بر رحمانیتت، سلام بر رحیمیتت، سلام بر جود و کرمت. مرنج از بلاهام چه من گاه گاه، نوازش تو را با بلا می کنم. ز آلودگی تا که پاکت کنم، تو را عاشقم کربلا می کنم، تو را عاشقم کربلا می کنم. اندا نیمه شبی دیگر، و اما شب جمعه. بار الها پروردگارا، ای خوب مهربانم، ای خالق عزیزم، امشب هم به درگاه تو آمدم. رو سیاه و گناهکار. خدایا چگونه تو را شکر کنم که این گونه بر حق من مهربانی می‌کنی و من به خودم و به نفسم ظلم می‌کنم؟ چگونه با آنکه می‌دانم تو مرا می‌بینی در پیشگاه تو گناه می‌کنم؟ خدایا
مرا باید شرم باشد که این گونه در محضرت گناه آلوده و دور از تو شب و روزم را در قفلت به سر می برد. اینجا کربلاست. دوستان من شیعیان بینندگان محترم در هر جای دنیا که هستید، نیمه شب و آقا حسین، نیمه های شب و ناله کردن و زجه زدن و کربلا 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 کربلا، ای سرزمین پر از بلا. دوستان من امشب شب جمعه و شب زیارت آقا امام حسین علیه السلام، من دارم میبینم از اینجا گنبد طلای آقا ابوالفضل عباس. دوستان دارم میبینم مردمی که عبور میکنن، گذر میکنند و هر کرومشون العف العف کنان. دقت کنید عزیزان، بین الحرمین از صحن سرای آقام امام حسین علیه السلام تا صحن سرای آقام ابوالفضل عباس علیه السلام، امشب جمیع ملائک، امشب جمیع ملائک به دور ذریح مقدس آقا امام حسین می‌گردند. امشب جمیع انبیا و اولیا زائر امام حسین علیه السلام هستند. امشب نور خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها زائر فرزندشون ارباب بی کفن آقا امام حسین علیه السلام هستند. شب دعاست، شب دعاست و دست را با آستان حضرت حق بالا برده و بگوییم الهی العف الهی العف الهی العف، ای خدا ای خدا ای خدا، چقدر بیچارم که با وجود چون تو بزرگی، با وجود چون تو عزیزی، این همه غفلت، این همه از خود بی خبری. حسین جان تو چه کردی در کربلا؟ تو در کربلا چه کردی؟ من چرا غافلم؟ من چرا یادم رفته که تو ارباب خون خود دادی، فرزند عزیز در دستان خود، تمام وجود هرچی که داشتی نثار خدا کردی و من امروز غافل از تو و غافل از امام زمان خودم هستم. چرا آنگونه که باید منتظر باشم منتظر نیستم؟ دوستان من شیعیان هر جای این زمین که هستی، در هر جای این کره خاکی که هستید، منتظر باشید، منتظر واقعی باشید. منتظران واقعی انسانهای خوبی هستند که همدیگر را دوست دارند، عاشق یکدیگرند، مهربانی می کنند، دروغ نمی گویند، غیبت نمی کنند، تهمت نمی زنند، عابدان واقعی هستند و قرآن می خوانند. دستاتون رو بالا بگیرید. نیمه های شبه نزدیک سحرگاه و روز دیگر و رمضان دیگر، عزیزان دست هایتون رو بالا بگیرید. من همینجا نایب و زیاره همه شما عزیزان و شیعیان هستم در هر کجای این کره خاکی. همین الان مستقیم من دارم گنبد طلای آقا امام حسین رو میبینم. دستا رو بالا بگیرید. اگر مریض دارید، اگر دردمندید، اگر قرض دارید، هر کاری که دارید،
کارهای دنیوی و اخرویتون رو دستتونو بالا بگیرید، دعا کنید. آقا امام حسین، من نایب و زیاره همه شیعیان هستم در این وقت ساعت. آقا امام حسین، به حق باب الحوائج آقا ابوالفضل عباس، به حق باب الحوائج آقا علی اصغر، حاجات همه شیعیان را بده. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاب 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. نیمه های شب و ما در خدمت شما هستیم با برنامه خیس باران از کربلای معلا. دوستان عزیز، امشب شب زیارتی آقا امام حسین علیه السلام هست، شبی است که جمیع انبیای الهی توافقوی آقا امام حسین هستن و ظاهر امام حسین علیه السلام. امشب در خدمت شما هستیم و خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ جعفر رفعتی عزیز و میشنویم بیانات شیرین و زیبای ایشون رو. حاج آقا در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه اعمالتون. انشاءالله سلامت باشید شما عزیزان، جناب آقای الهی، بقیه دوستانی که هستن تو این شب بسیار عزیز، شب بسیار مهم که کربلا امشب خیلی غوغاست، خیلی شلوغه. تصور میرفت شلوغ باشه، اما تا این حد مثل مناسبت هایی مثل نیمه شعبان عرفه خیلی به حمد الله زائر کربلا هست، به غیر از زائرای آسمونی. دعا مستجابه. صاحبمون، اربابمون، امام زمان علیه السلام امشب اینجا هستن، مادرشون فاطمه زهرا هستن. شما هم قاطی بشید، نواتون میرسه، صداتون رو میشنون، برای سلامتی آقامون دعا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. إن شاء الله قبول باشي عباداتتون. هي مناسبات ديام هر ساعي لابي مشمن جسارتا دعوت بکنم از شما یه مقدار به ما نزدیکتر بشید. الحمدلله فضا معنوی هست، بیشتر هم از وجود نگاه شما استفاده بکنید. بفرمایید. صندلی مو البته دیگه خدا حفظتون کنه. انشاءالله سلامت باشید. خوب است. خدا یارتون کنه. سلامت باشید. ممنونم. در خدمتتون هستم. ما استفاده میکنیم از شما. سلامت باشید. ما بیشتر از شما استفاده. استغفر الله. این چند شب در خدمتشون بودیم و ایشون هستن اینجا و من از نگاهشون فیض میبرم، استفاده میکنم. سلامت باشید. امشب احتمال داره که طبق بعضی از نقل‌ها شب وفات حضرت ابوطالب علیه السلام هم بوده باشه. اون آقایی که گردن همه ما حق دارن، جد بزرگوار آقا سید الشهدا علیه السلام حضرت عباس علیه السلام هستن. انشاءالله هدیه میکنیم برنامه‌مون رو محضر این بزرگوار، اون آقایی که اگر ایمان تمام خلق رو در کفه‌ای از میزان و ترازو بگذارن و ایمان ابوطالب رو در کفه‌ای دیگر، ایمان ابو طالب بر تمام ایمان خلق برتری خواهد داشت. بحث ما در شرح دعای ابی حمزه احتمالی است، به اندازه تر کردن نوک سوزنی در اون اقیانوس. به اینجای دعا رسیدیم که عرض میکنیم خدایا ما همه عمرمون انس و الفت گرفتیم به لطف و کرم تو، از زمانی که چشم باز کردیم مشمول لطف خدا بودیم تا الان یک لحظه خدا لطفش رو از ما قطع نکرده. خیلی وقتا شده دیدید بچه از این ارتفاع بزرگی پرت میشه، میفته زمین، غلط میخوره و اگر طبیعی بخوای حساب بکنی این بچه باید از بین بره، باید تلف بشه. بر میداری میبینی حتی یه خراش کوچیکم رو صورتش نیفتاده. من عذر میخوام، وظیفه است که منم بیام خدمت شما. خواهش میکنم اگه شما سلامت باشید، راحت هستید اینجوری، خدا حفظتون کنه، ان شاء الله زنده باشید. بچه‌ای که از شیر مادر تمام عافیتش رو به دست میاره لطف خداست. حتی موقعی که من و شما در شکم مادر بودیم عنایات خدا شامل حال ما میشد. تو اون تاریکی چه زیبا استاد نقاشی کرده همه ما رو تا به امروز. یعنی اگر توانش بود و ما میتونستیم حساب بکنیم به عدد بیاریم، میدیدیم با عدد نمیشه حساب کرد لطفها و عنایاتی که خدا به ما کرده. لذا عرض میکنیم و انتل جواد و انتل جواد، خدایا تو هستی که صاحب جود و کرمی. انتل جواد وقتی که مقدم میشه این ضمیر باز هم افاده تمامیت، کمالیت، حصر و خیلی از این معانی دیگه میکنه. همه جود و کرم خدایا تویی. اون کسی که فقط جود و کرم از او سزد خدایا فقط تویی. کسی که نگاهش به دست غیر خداست اشتباه میکنه، چون جواد فقط خداست. بله اگر خدا در برای جود کرمش گذاشت، فرمود اگه جود منو میخوای از باب الحسین بیا، اگر عنایت من رو میخوای از باب الجواد بیا، در خونه امام رضا رو بزن. بله همونطوری هم که فرموده وابتغوا الیه الوسیله، اما جود کرم در اختیار خداست. و انتل جواد، کدوم جواد؟ الذی لا یضیق عفوک،
یه وقتی میگیم آقا فلانی دارایش انقدره، قدرتش انقدره، اعتبارش انقدره، یه حدی داره بالاخره، بی نهایت نیست، اما قدرت خدا، بخشندگی خدا، گذشت خدا از خلق حدی نداره. اینطور نیست که بگیم آقا فقط این گناه رو خدا میبخشه، فقط اگه این خطا رو کردی، اما اگه به این مرحله رسید، نه. لذا مثل بهلول نباش، طبق اون نقل، وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بیرونش کردن از بزرگی گناهش، که یکی از معانی قشنگ این حدیث اینه که پیغمبر خواستن با این حرکت او رو از خواب غفلت بیدار کنن، نخیال کنی گناه کوچیکی کردی. پیغمبر مظهر رحمت خدا، رحمت للعالمین، اما این جوان اینطور از خواب بیدار میشه، یه شوک قوی باید بهش وارد بشه، برو بیرون از مجلس من تا عذاب بر من هم نازل نشده. اما خدا میخواد نشون بده به من و شما و الا پیغمبر میدونن یا رسول الله بهلول نباش گناه تو رو کرده یا گناه من رو، خدا یا گناه تو رو، چرا از در خونت روندیش؟ انت الجواد الذی لا یضیق عفوک. خدایا اگه تمام کره زمین هم، باور ما اینه، تمام کره زمین هم نافرمانی تو رو خدا، توی خدا رو بکنن، تو همشون رو ببخشی، ذره ای از عفوت کم، گنجینه بخشش تو چیزی ازش کم نمیشه. تمام بشر دارایی هاشون کم میشه، این خداست که دارایی هاش کم نمیشه. تو اون حدیث قدسی خدا به حضرت موسی علیه السلام میفرماید، ناقلش امیرالمومنین علی علیه السلام، ما دمت لا ترا کنوزی قد نفدت فلا تختم بسبب رزقک. تا زمانی که یقین نکردی گنجای من خدا خالی شده، قصه روزی تو نخور. گنجای خدا خالی نمیشه، گنج خدا کرمشه، گنج خدا بخشششه. تمامی بیچارگی های ما از گناه های ماست و حلش به بخشش خداست. و بخشش خدا اینطور نیست که اگر یه گناهکاری رو بخشید دیگه چیزی گیر من نیاد، هر کی جلوتر بود تمام شد. اونی که تو جوار امام حسین بود امشب اومد کربلا، خدا بخشیدش. اونی که نه نه، اونی که امشب خوابش موند، خوابش برد و خواب موند و نتونست بیدار شه، اون چیزی گیرش نیاد. حتی از روایات استفاده میشه دوستان، اگه یه نفس مونده از عمر ما، فقط کافیه یک نفس از عمر ما باقی مونده باشه، همون یک نفس رو با اخلاص و از ته دل از خدا بخوایم که ما رو ببخشه، همون یه نفس کافیه برای بخشش و آمرزش. انت الجواد الذی لا یضیق عفوک ولا ینقص فضلک. یه ذره از فضلت کم نمیشه اگر همه دنیا رو مشمول فضلت بکنی. ولا ینقص فضلک ولا تقل رحمتک. کم نمیاد از رحمتت. یه نمونه دریای واسع رحمت خدا امام حسین علیه السلامه. چقدر ظاهر امشب امام حسین داشت. اگر همه دنیا امشب بیان زیر گنبد امام حسین، همه دنیا بگن خدای به حق این آقا ما رو ببخش، فکر میکنید کم میشه؟ میگن یلا دیگه بقیه برید فردا بیاید رحمت خدا ته کشید. نه، اصلا آرزوی امام زمان علیه السلام، آرزوی همه خوبان اینه، ای کاش این ساعت همه دلهای عالم، حتی اونایی که بودایین، حتی اونایی که مسیحیین، حتی اونایی که لائیکن، حتی اون جوونی که اشتباه رفته، غیر خدا رو اختیار کرده، غیر اولیاش رو به عنوان دل و دلبستگی و معبود اختیار کرده، اگه یه جرقه‌ای بخوره همه متوجه بشن، ملتفت بشن در خونه های امام حسین. انقدر نمونه برامون گذاشتن. وهب کیه؟ انقدر عوضش میکنن. الان داشتم ذریح شهدا رو میبوسیدم، جای دوستان خالی سلام کردم، گفتم چه مقامی خدا به تو داده وهب، چه مقامی خدا به تو داده حور، به کجا رسیدید شما؟ تمام عالم میگن یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. همه عالم میگن طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. چقدر شما خوبید، چقدر شما گلید، خوبی شما رو خاکی که خوابیدید اثر کرده، این خاک هم قیمت پیدا کرده. ای خدا، کی میشه اون روز بیاد؟
که همه عالم امام حسینی بشن. کی میشه اون روز بیاد که شب جمعه تمام قله های عالم، تمام بلندی ها و معزنه های عالم زیارت عاشورای امام حسین رو بخونن؟ انشاءالله دور نیست، نزدیکه. ولا تقل رحمتک، خدای چیزی از رحمت تو کم نمیشه. اونایی که این سحر بیدارید، اونایی که الان نگاهاتون به گنبد سید الشهدا افتاده و دلاتون امام حسینی شده، شما هم الان زائر امام حسینید، شما هم الان کربلایی هستید، چی میخواییم دیگه؟ زمان، زمان خوب، مکان، مکان خوب، تو این لحظات هم دعا مستجابه، قطعا خدا به همه ما عنایت میکنه. فقط کافیه ما از فضل خدا بخوایم. گر گدا کاهل بود معناش اینه، معناش اینه که الان خدا درهای رحمتشو باز کرده، به بهانه میده. فقط کافیه لحظه این دل بشکنه، بر گذشته تأسف بخورم، بگم خدایا تو نمازم کاهلی کردم، تو اخلاقم بدی کردم، بعضی از حقوق دوستانم و فامیل رو ضایع کردم، اشتباه زیاد کردم، به اعضاءم نگاه میکنم با کدوم عضوم بتونم با روسفیدی در خونه تو اعتراف بکنم، بگم خدایا خوب بودم، چیزی نداشته باشم برای شرمندگی. همه شرمندگیه. اما اینقدر باورم هست که خدا تو این شبها و تو این لحظات به برکت سید الشهدا به ما عنایت میکنه. بذارین تیکه بعد دعارم براتون بگم. وقد توثقنا منک بالصفح القدیم، خدایا این اطمینانی که به فضل تو پیدا شده برای من مال الان نیست، مال قدیمه. نمیدونم چجور بگم، ما گناهکارا بارها شده برامون گناه‌ها که انباشته میشه، میگیم یعنی میشه یه روزی بیاد دیگه ما بتونیم سرمونو بلند کنیم، یه زمانی میشه که بتونیم راحت بگیم خدا، یه زمانی میشه وقتی نگاهمون به گنبد سید الشهدا میفته شرمنده نباشیم. آقا مگه میشه؟ مگه من میتونم این گناه‌ها رو ترک بکنم؟ اما انقدر خدا خوبه، انقدر خدا لطف میکنه که اون زمان میاد، زمانی میاد که آدم احساس میکنه، نمیگم روسفید شده، احساس میکنه که میتونه سرشو بلند کنه و با خدا حرف بزنه. یه دوستی میگفت، یه جا منبر داشتم، یک نوشته برام آوردن که خانمی از در این مجلس عبور میکرد، اهل مجلس نبود، اهل این جلسات نبود، اما شنید از کرم خدا و فضل خدا و بخشش خدا و از توبه، خودشون کشیدنش، خودشون جور کردن که این لحظه اینجا بیاد و دلش بشکنه. میخواست وارد مجلس بشه اما روش نمیشد. این مجلس مال من و امثال من نیست، این مجلس مال خوباست. آقا میشه منم توی مجلس را بدن؟ شرطش چیه؟ در خونه خدا شرطی نمیخواد، فقط خواستنه، فقط تضرعه، فقط اینه که من احساس بکنم درها روم بسته است، احساس بکنم بیچارم. خدایا همه عمر به من لطف کردی، الانم ازت میخوام تو این لحظه و تو این ساعت لطفت رو از ما قطع نکنی. آمین یا رب العالمین. بفضلك وتصدق علي بعفوك أي رب جللني بسترك وعفو عن توبيخي بكرم وجهك فلبت اليوم على ذنبي غيرك ما فعلت ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت لا لأنك أهون الناظرين وأخف المتلئين بل لأنك يا رب خير الساترين بل لأنك يا رب
خیر و ساترین و حکم و خاکمین و اکرم و اکرمین ستار و لعیوب غفار و دنوب علام و الغیوب تستر و ذنب بکرمک و تو اخر العقوبت به علمک فلک الحمد علی خلمک بعد علمک و علی عفوک بعد قدرتک ويهملني ويجرئني على معصيتك المكغني ويدعوني إلى قلة الهياء سترك علي ويسرعني إلى التبثب على مهارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا خليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا قديم المن يا قديم الإحسان. بله امروز شبیهشو قبلا زیاد دیده بودم. خیلی خیلی عجیبه، یعنی عجیب نیست، ما رو شرمنده میکنه در خونه اهل بیت. وقتی که جبرئیل خبر آورد، موقعی که امام حسن و امام حسین علیه السلام رو پاهای پیغمبر نشسته بودن، پیغمبر کیف میکردن با این دوتا دست گلشون، خبر بهش داد که امام حسین چگونه به شهادت میرسن، امام حسن چگونه مسمومانه به شهادت میرسن، اراده خدا تعلق گرفته، این اتفاقات میفته و طبیعتاً خب پیداست، یعنی اسباب ظاهریش رو خواهد داشت، هنوز جای بحث اعتقادیش نیست. تو این روایت داره که خطاب شد یا رسول الله دعات مستجابه ها، اگه میخوای دعا بکنی این بلا برداشته بشه، جگر حسنت پاره نشه، حسینت ذبح نشه، دعات مستجابه، ولی اگر صبر بکنی خدا در عوض مقام شفاعت گناهکارای امتت رو بهت میده قیامت. میدونی جواب پیغمبر چی بود؟ دوتا دستگلش رو پاهاشه ها. امام حسین، امام حسن پاره‌های دل پیغمبر بودن، عزیزای دل امیرالمؤمنین و فاطمه دخترش بودن. محبت پیغمبر به این دوتا مثال زدنی بوده تو روایات، خیلی پیغمبر احساسی بودن و این دوتا رو دوست داشتن. شفاعت گناهکارای امت هم گروه اینه، هدایت امت هم گروه اینه، صبر میکنم. یعنی میخوام بگم توی این بیابون یه دختر امام حسین پا برهنه رو خارا میدوه، لباساش آتیش میگیره، فقط شهادت امام حسین که نبود، پر درد بوده این صحرا که یه امشبی و این شبهایی یه مش گناهکار بیان بگن یا امام حسین تو از خدا بخواه ما رو ببخشی. مثلا خدا اینو بهانه گذاشته برای اینکه من و شما رو ببخشه. فقط این نبود، امشب میگن همه اولیا میان، انبیا میان، تو رو خدا نگاه کنید این بچه رو. پیغمبر وقتی گفتن باشه صبر میکنم، یعنی میدیدن یه شیش ماهه رو دست بابا بالو پر میزنه، اما برای خاطر روزه علی اصغر امام حسین چی میشه؟ ای بابا حوائج دستاشو برای دعا بلند میکنه، خدا خیلی ها رو به خاطر عشق برای شیش ماهه میبخشه. میخوام حرف بزنم، عذر میخوام،
میخوام بگم قد توثقنا من که به صفح القنیم، دیدم هر وقتی گناه بر پشتم سنگینی میکنه به من توفیق گریه برای امام حسین رو میدی و حس میکنم بعد از گریه برای امام حسین خدای منو بخشیدی. حس میکنم مثل بچه‌ای که از مادر متولد میشه فرصت عمل دوباره به ما میدی. بیچاره از اون کسی که از اینجا دوره. امشب همه عالم میگن حسین روز دارها. اینجا در کرم خداست، در رحمت خداست. خب همه اولیا میان، اولیا مخدر زینب کبرا هم میان، یه مجلس روزه منعقد میشه، یه وقتایی کنار زنه یه اتفاقات عجیبی میفته. شاید نشون دهنده اینه که اون آسمونی ها الان حاضر شدن کنار قبر حسینشون. اما نمیدونم اون کسی که حسرت به دل شد اونم هست، اون دختر 3 سال نشین خرابه هم هست، اونی که آرزوش این بود که یک بار دیگه پدر او رو بغلش بگیره اونم امشب هست، اونم برای بیبیش فاطمه زهرا امشب روزه میخونه، اونا مجلس روزه میگیرن، اونا عشق میریزن، اونا گریه میکنن، بعد دست به دعا بلند میکنن. خدایا این امت، اینایی که ماها رو دوست دارن، اینایی که جمع شدن، اینایی که دلشون کربلایی شده، اینا اعمالشون مقدمه بلاست، مقدمه مصیبته. بلا هم که کم نیست، خدایا رحمشون کن، خدایا بلا رو ازشون دور کن. به دعای این 3 ساله امام حسین، به دعای جدشون فاطمه زهرا، خدا به همه ما عنایت میکنه، بلا رو از همه ما دور میکنه. پس هر جا هستید دلاتون حسینی بشه با این کلمه و بخوایم که برامون دعا کنن. خیلی گرفتاریم، خیلی بلا سرمون اومده، دستمون خالیه. شیعه هر جای عالم که هست یه عده جمع شدن تو سرش بزنن. یا صاحب الزمان، شما رو به حق جدتون حسین، به حق عمه 3 سالتون، به حق اون نازدانه ای که شاید گفت بابا ببین بس که دویدم عقب قافله، پای من از ره شده پر آبله. نمیدونم گفته یا نگفته از دردهاش برای بابا، اما اونی که به دست ما رسیده اینه که روزه بابا خونده و از دردای خودش نگفته. من الذی قطع وریدک، من الذی ایتمنی علی صغر سنی. بابا وقتی یتیم شدنم نبود، بابا قربون محاسن خونید، بابا سنگ کی خورده به پیشونی. الهی الهی به عشق خوبای عالم امشب کنار حرم حسین، خدایا به مادر مادر گفتن زهرا کنار قبر حسین. ولدی حسین قتلوک و ما رحموک و من شرب الماء و نوک. عزیز مادر فدای لبای خوشید. خدایا به عشق رسول الله امشب ما رو بیامرز. خدایا امشب دستهای ما رو خالی بر نگردان. خدایا به حق زمزمه های امام زین العابدین در دعای ابی حمزه اون چه از خوبی ها برای همه خواسته در حق ما اجابت کن. خدایا ما رو از در خونه اهل بیت دور مفرما. الحمدلله 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 که سر این سفره ما رو مهمون کردن. آخرین دعامون این باشه با یقینی که دعا مستجابه. خدایا به عمه 3 ساله امام زمان، خدایا به تمام اولیا و ملائکه‌ای که امشب اذن گرفتن و اومدن برای طوف قبر سید الشهدا علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام. الهی عجل لولیک الفرج. خدایا چشمای همه ما رو به جمال یوسف زهرا روشن و منور بفرما. آمین یا رب العالمین. ترسد که ظلمی را کند در حق مظلومی رقم،
یک کاروان ماند بشر پویان قفای یک دگر جیتی رباتی با دو در یک در فنا یک در عدم در این ره پر ابتلا هن پا من سر در هوا ترسم از اون کفتی زپا بر سر زنی دست ندن عمر عزیزت شد تلف و از اون نداری جز اثر عمر عزیزت شد تلف و از اون نداری جز اثر تا فرصتی داری به کف باید شماری مقتنم دم غنیمت دون که عالم یک دم است یا وقت را غنیمت دون اونقدر که بتوانی حاصل از حیات ای جون یک دم است تا دانی عمر عزیزت شد تلف و از اون نداری جز اسف تا فرصتی داری به کف باید شماری مقتنم گیرم علم افراختی بر ملک عالم تاختی جان جهان بجداختی از آتش ظلم و ستم روزی علم گردد نگون گردی به دست غم زبون نیکی کلا در دهر دون نامت به نیکی کن علم نیکی کن در دهر دون نامت به نیکی کن علم در این دنیای فانی جز نکونامی نمیماند نکویی هرچه گویی بیش کردم باز کم کردی و یا سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرد آن است که نامش به نکویی نبرم گردد سنا گستر زبان بر حاتم و نوشیروان هر جام که صحبت در میان از عدل آوید و از کرم بس کن صغیر از این سخن کمروز در خلق زمان معمول نبود سرخ عربستان و وزیر شه خوبان پسر مظهر یزدان که بودی صاحب تبل و علم و بیرق و سیف و حشم او ماه بنی هاشم و عباس علمدار و سپهدار و جهانگیر و جهانبخش و دگر نایب و سقا
دید کاندر حرم خسرو خوبان شده بس ناله و افغان و پر از شیوه طفلان همشان سین زنان نوه کنان موی پریشان سوی عباس شتابان که عمو جان چه شود جرعه آوی برسانی به لب سوختگان که از آتش آتش بگرفته جلوی ما غضب آلود ز غیرت شد و عباس بشد موی تنش راست ز جا خواست به خود گفت که عباس تو اشجع به همه ناس عجب از تو است که با این همه مردی و شجاعت از سولت تو زهره شیر فلکی آه عجب آسود نشستی و روان شو بنما آه مهیا پس علم کرد قد سرو دلارا به تنش کرد زره چشمه او تنگ تر از چشم حسودان بدختر به کمر بست یکی تیغ و سنان دست به میان سر سپر بر دوش به مثل گنبد مینا پس ز اسبل برون کرد یکی توسن فرخ رخ و طاووس دم و یال پرنبور به پیکر چو یکی کو خط و خال چو آهو که از شیهه او گوش فلک کر شد و رفتی به ثریا پس بیاویخ به دوش دگر خیش یکی مشک چو مشکی که بودی خوشتر از لعل لب ماه مدینه گل گلزار سکینه به فغان گفت که یا بنت اخا ناله مکن زجه مزن زان که عموی تو نمرده روم الحال کنم بحر تو من آب مهیا پور حیدر چو یکی مرغ سبک رو مکان کرد روی عرشه زین روح الامین گفت که ای احسنت از آن مادر فرزانه که آورد چو تو شیر دلو ناموری را عباس به اسب یک سر هی هی به تکاور زدی همچون علی عالی اعلا بس به تعجیل سوی شط فرات آمده مانند سکندر ز پی آب حیات آمده شیر غضنفر نظری کرد بران آب که چون حالت ماهی بزدی موج بفرمود که ای آب عجب موج زنی لیک نداری خبر از تشنجی عطرت تاها پس به تکبیر بزد نار همون شیر به جولان شد و در صحنه میدان شد و پاشید زهم لشگر کفار یکی گفت که ای قوم گریزید که این است لقبش ماه بنی هاشم و باشد پسر حیدر صفتر شده منصوب به سقا شه با وفا ابوالفضل در صفه این معرکه کان لشکریان از دم تیغش همه گشتن گریزان
به یمین و به یسار، آنچه فتاد از دم تیغش ز سر و پیکر و هم دست، بسی کشت از آن قوم دغا را. اندران حال قضا جشت معین، به دستور بن سعد لعین، ظالمی آمد ز کمین، تیغ بیفکند بران دست رسا، تیغ بیفکند بران دست رسا، دست شد از جسم ابوالفضل جدا، مشک به بازوی چپ آراست، مشک به بازوی چپ آراست، بشد بر سطح زین راست، که ای قوم مرا دست دیگر جرز ستم قط نمایید، باشد برسانم به حرم جرعه آبی، چو گلستان حسینی همه لب تشنه فتادن به خاک و به بدن جامه چاک است و روانیست سکینه کند از سوز آتش قش، بود امید مرا که برم آب و فشانم به رخ آن ماه لقا را. آه و صد آه که کردن زتن دست چپش باز جدا، فرقه بی شرم و حیا، لیک به جا گفت ابوالفضل بران قوم دغا، گرز شما جور و جفا بیش از این باز رسد بر تن بی دست من امروز، رضایم که رسانم به حرم جرعه آبی که بود عابد بیمار، تن خسته و تبدار بود روز به چشمش تو شب تا، ز سوز آتش ای قوم ستمکار، ندانید مگر شربت بیمار بود آب به بیمار، نمایید مدارا. هر دو بازوی جدا گشته، هر دو بازوی جدا گشته و تن خسته و دل بسته بران مشک، چناگه ز سر انگشت جفا حمله تیری ز کمان کرده رها، آمد و جا کرد بران دیده که همواره بود از خوف خدا پر ز بکا. یا ابوالفضل تیر بر چشمانت زدند، خواست برون آورد از دیده همان تیر و کله خود وی افتاد به زیر. یا ابوالفضل دست در بدن نداری، تیر در چشم، از سر آن سرور و هم تیر دیگر آمد بر مشک پر از آب، که هم آب ز کف رفته و هم تاب، به گفتا پس از این مرگ به من گشت گوارا، ظالمی دید چو بی دستی عباس جوان، پای نهادو به میان کینه دل کرد عیان، گفت آن سرور جهان دعویت امروز عیان دار به من، تا که بدانم هنر بازویت ای میر سپاه. شب شه لب تشنه ابوالفضل را جر نبود دست، مرا هست عمودی زهدید از ره چین برد به کار، دست در بدن ابوالفضل نیست، تیر در چشم، نانجیب با عمود آهنین زد بر سر ابوالفضل. مرا هست عمودی زهدید از ره چین برد به کار، و دو جهان شد چو شب تار، و نگون گشت زرین قامت آن سر به دلارای سمنسای ابوالفضل، پس آنگاه ندا کرد
اخا را صدا کرد داداش برادر امام من امام حسین را صدا کرد در اون لحظات من بمیرم که سوی علقمه آمد شهیدین نور مبین گفت که ای جان برادر ز چه در خون بنشستی تو چرا دیده ببستی تو که پشتم بشکستی به خدا جان من هستی همه طفلان به حرم تشنه آبند همه در تب و تابند بگفتا مبرم سوی خیم چون به حریم تو حسین بنده منم ساقی شرمنده منم گو به سکینه به تو آبی نرسانم به خداوند منم آب نخوردم به برادر گفت داداش من خجالت میکشم به سمت خیمه ها برم به سکینه دخترت بگو عمو هم آب نخورد عمو هم تشنه به خداوند منم آب نخوردم تو بدان عموی لب تشنه منم چون گل هر انجمنم در این نیمه های شب دعا کنیم سقای کربلا را یا ابوالفضل عباس السلام علیک یا عبد صالح یا ابوالفضل عباس السلام علیک یا ابوالفضل عباس السلام علیک یا ابوالفضل عباس حاجت ها روا ان شاء الله یا علی صدای من گریه می کنم برام وقت مردنم برام رفتنم خدای من گریه های امشبم با تو داره رابطه رو سیاهمو ببین ترسم از عذابت گریه های امشبم با تو داره رابطه رو سیاهمو ببین ترسم از عذابت آه منی که از همه ببین چه می کنم برای سختی عذاب توی قلب